ما باید به امام زمان قدرت بدیم. اگر ما به او احترام بگذاریم، اگر ما نخبگان جامعه‌مون به یک اشاره او حرکت بکنن، اگر منویات امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مردم میفهمیدن که دیگه منویات نبود، فریادهای امیرالمؤمنین بود و اطاعت میکردن به سهولت، این میشد قدرت ولی خدا. قدرت ولی خدا به جاسوس فرستادن نیست. ولی خدا اصلا نباید نیاز داشته باشه به طبق آیه قرآن که قرائت خواهیم کرد، به این که بخواد به پا بگذاره برای مسئولانش. ولی خدا میاد این حرکت مردمی رو برای قدرت گرفتن رو سامان میده. ولی خدا وقتی قدرت داشته باشه به مردم قدرت میده. جامعه ای قدرتمنده که در اون جامعه حاکمش که ولی خداست، از مردم قدرت گرفته، از اعتماد مردم، از نصرت مردم، از فهم مردم قدرت گرفته، از عشق مردم قدرت گرفته. مردم با قدرت خودشون قدرت میدن به ولی خدا. فالذین آمنوا بهی، کسانی که ایمان آوردن به پیامبر، عزروه یعنی حرمت پیامبر رو برید بالا. چرا ما صلوات بر محمد و آل محمد رو با صدای بلند باید بفرستیم و این شعار شعار سیاسیه؟ بالاترین و پرثوابترین ذکر ما ذکر صلوات، و بعد کاملا جنبه سیاسی داره. ولی ذکر رو باید یواش بگی آدم. آها، شما دارید فریاد میزنید. بله، چرا تنها ذکری که باید بلند بگی این ذکره؟ یعنی شعاره. بله، یک شعار اجتماعی، بلند میگی بقیه بشنون. از ضروح و این دستور قرآنه. وقتی که هی بر او درود فرستادی، بر او درود فرستادی، ابهتش میره بالا، محبوبیتش اعلام میشه، او با محبوبیتش کار میکنه. این درسته. و نصروه و نصرتش بدید و کمک کنن او رو. کمک گاهی بدون امره، ولی خودش نمیگه، شما میگی من میخوام کمکت کنم. حتی ولی خدا میفرماد نه برید، میگن نه اجازه بده ما جان بدیم در راه تو. شب عاشورا همینجور شد. شب عاشورا شب اطاعت نبود، شب نصرت بود. اینو میخواد امام زمان، ارواحنا له الفدا. چقدر حکومت زیبایی میشه، عشق میشه اون حکومت، اصلا بهشت اونجوری زندگی کردن. 124,000 پیغمبر منتظر چنین صحنه ای هستن. و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، تا معلوم بشود چه کسی خدا و رسولش را کمک میکند بالغیب. آیه قبلی آقا احترام رسول خدا داشته باش، نصرتش بده، نصرتش بده، این ابهتش و محبوبیتش کار بکنه. این آیه میفرماد حتی اگر رسول خدا نبود بالا سرت و این ابهتش حضوری نخواست مشکل رو حل بکنه، تو باید در غیبت او هم همینجوری نصرت بکنی ولی خدا رو. الان نباید کسی بگه امام زمان علیه السلام نیست، من که معلوم نیست چی کار باید بکنم. اینجا نوشته خداوند متعال فرماید من ینصره و رسله بالغیب. تو چجوری میتونی الان کمک بکنی در غیبت امام زمانت او رو؟ این سوال بزرگ ماست. فرمود مالک اشتر منم بالا سرش نباشم بهش بگم چی کار کن، خودش فکر کنه به همون نتیجه ای میرسی که من میخواستم بهش بگم. بعد میفرمود عینا مثل مالک. ما الان وظیفه اصلی و کلیدیمون اینه، هیچ کاری نیست مثل این وظیفه که ما رو به خداوند متعال مقرب بکنه. ما وقتی که بلغیب، وقتی آقا بالا سرمون نبود کمکش کردیم، فداش شدیم، خدای ما رو موفق کن کمک کنیم به امام زمان، قدرت بشیم براش. نصرت اینه، نصرت وای نمیسته آقا امر کنه، فقط اجازه میگیره. ملائکه پرونده رو میبرن، آقا ایشون اجازه هم خواستن که شما کمک کنیم. مایه قدرت حضرت بشیم. بعضیا حرف گوش میکنن اما اینقدر
نفله میکنن امر ولی رو، اینقدر کشش میدن، اینقدر شل عمل میکنن، مایه قدرت نمیشن. اما اونایی که فریب نمیخورن، با صلابت وایستادن، میمیرن برای مولا، اونا مایه قدرت مولا میشن. این تکلیف ماست، این آخر حرف قرآنه، آخرین شاخص اینه که خدا ببینه کی بالغیب کمک میکنه.